زندگی به سرعت در حرکت است. اما آیا شما را به جایی که دلتان می خواهد می برد؟ شما می توانید سالها وقت خود را صرف جستجو برای چیزهایی که ندارید کنید و نهایتا به جایی که نمی باشید می رسید. جستجو کردن چیزی که دنیا به ما می بخشد اغلب به هیچ منتهی می شود. با این حال سفر شما به دور پیچ و خمهای این دنیا نباید شما را در مسیر دلسردی و ناامیدی قرار دهد. بگذارید به شما بگویم چگونه این سفر زندگی را طی کنید. ماجرایی با خدا به عنوان راهنمای شما جایی که آرامش هدف و قدرت مورد نظرتان را کشف خواهید کرد. این یک سفر برکت یافته غیر قابل تصور است و بخش شگفنگیز آن این است که همراه با خدا برای این سفر زندگی همه چیز را دارید. نه نیمی از آن که احتیاج دارید یا مقدار زیادی از آن را هرچه نیاز دارید را خدا به شما داده است خدا هرگز نخواسته شما هر روزه در مسیرتان لغزش بخورید و مطمئنا برای آینده تان نامادگی سفر را نداشته باشید پس کجا دلتان میخواهد بروید وقتی آن رسیده است که همه چیزهایی را که خدا به شما داده است باز کنید دریابید که چگونه برای این سفر مجهز شده اید و می توانید با اطمینان زندگی کنید زیرا شما دوست من هر چیزی که احتیاج داشته باشید را دارید در طبیعت بودن خوب و عالی است اما تا زمانی که گم نشوید یا نتوانید مسیر خانه را در تاریکی پیدا کنید یا به یاد نیاورید کدام مسیر بعدی را باید طی کنید درباره شما نمیدانم اما من دوست ندارم بیستم و برای پیدا کردن مسیر سوالی بپرسم پیدا کردن مسیر مهمترین قسمت سفر یک شخص محسوب می شود و ایمن به مقصد رسیدن معمولا نتیجه صحیح رفتن است حتی اگر باید خودتان را فروتن کنید و راه درست را بپرسید. من کشف کرده ام که ما نیز در سفر روحانی من راه من را گم خواهیم کرد اگر از نقشه راهی که خدا در کتاب مقدس به ما داده پیروی نکنیم. جهت او شامل زندگی در یک حیات با فضیلت و نیکی است. هرچند این فضیلت امروزه یک کیفیت محسوب نمی شود اما به عنوان یک راهنمای لازم در سفر روحانی عمل می کند. به همین دلیل امروز من پنج راه برای ماندن در مسیر درست با قدرت تقوا در پیامی که آن را برتری اخلاقی نامیدم در برنامه امروز به شما ارائه خواهم داد. بنابراین با من به آن طرف ایالات متحده سفر کنید و در شهر نیویورک بالاتر از پارک مرکزی در اتاق اپل سالن موسیقی جاز در مرکز لینکن برای مجموعه تعلیمی همه چیز شما نیاز دارید به پیوندی. کنترل کیفیت مهم است واقعا مهم است منظورم اینه که اگر قرار است افرادی قدرتمند و موثر باشیم تا در برابر فرهنگمان دوام بیاوریم باید های با کیفیتی باشیم کتاب مقدس برای این کیفیت کلمه در نظر گرفته و آن کلمه فضیلت است پتروس گفت در ایمان خود فضیلت پیدا نمایید قبل از هر چیز بیایید در مورد معنی آن صحبت کنیم فضیلت چیست این کلمه دوبار در دوم پتروس آمده به ما گفته شده که خدا ما را به فضیلت فراخوان و بعد با تلاش فضیلت را توسعه دهیم دوباره این دو چیز هست خدا آن را به ما داده و میخواهد آن را توسعه دهیم قرار نیست فقط آن را تماشا کنیم باید این بستر را باز کنیم و کیفیت آن را توسعه دهیم بنابراین فضیلت حقیقتا از کیفیت شخصیت برتری انسانی، <applause> صفات اخلاقی انسان ها با اخلاق خوب صحبت می کند کسی که با فضیلت است یک شخصیت با کیفیت دارد شخصیتی که خوب سخاوتمند و بخشنده از کسی که عموما سعی در بی نقص بودن دارد این در فرهنگ ما رایج بود و آنقدر مسن هستم که به یاد می آورم می گفتن احتیاج نیست مسیحی باشی که آدم خوبی باشی این فرهنگ ما هست و ما افتخار میکردیم به آمریکایی بودن یعنی ممکنه در مورد چیزی به کسی چیزی میگفتید و اون شخص رو نمیشناختید ولی میگفتید شخص خوبی هست و منظور ما این بود که میتونید به او اعتماد کنید کسی که سعی نمیکنه تقلب کنه و میخواد ارزش زندگی خود را به شما نشان دهد فضیلت واقعی برای ما مسیحیان از ایمان ما ناشی می شود و به همین جهت کمال سعی نموده در ایمان خود فضیلت پیدا نمایید وقتی شما مسیحی میشوید فضیلت بخشی از آن هست فضیلت شروع خود را دارد وقتی به خدا اعتماد می کنید و تمامی وزن خود را روی دوش شایستگی او می گذارید. حالا در مورد عمل کرده آن صحبت کنیم اگر بخواهید معنی فضیلت را بفهمید باید به عیسی نگاه کنید و عیسی چطوری فضیلت خودشان نشان داد او فضیلتش را با خوشنودی پدرش نشان داد همیشه بخشی از وجود ما میخواهد یک نفر را خوشحال کند بیش از آنچه فکر میکردم این یک عامل انگیزشی در کسب و کار است به عنوان مثال دیزنی لند و دنیای دیزنی بر روی کنترل کیفیت بنا شده و این اسب با خود والت دیزنی شروع شد با کسی که در وفاداری عمیق نسبت به کارمندانش الهام بخش بود یکی از همکاران دیزنی شخصی به نام استورمی پالمر بود او می گفت الهام و اشتیاق والت باعث شده بود همه ما بیشتر از همیشه در استودیو متوجه تلاش خودمان شویم چون دل ما میخواست او را راضی کنیم او بیشتر از یک رئیس بود مثل یک پدر بود مردم با سختکوشی برای تولید کاری با کیفیت تلاش میکنند چون میخواهند کسی را که بالای دستشان هست راضی نگه دارند این کار رو کردید کسی بوده که خیلی بهش احترام گذاشتید براشون شاید کار کردید یا معاشرت داشتید و میخواهید آنها را راضی نگه دارید چیزی در درون ما هست که ما را به سمت راضی نگه داشتن مردمی که بهشون احترام میگذاریم و دوست داریم سوق میدهد در یوحنا هش خداوند ما با منتقدین خودش یعنی فریسیان که با کیفیت زندگی او مشکل داشتند گفت و گویی داشت آنها ایسا را دوست نداشتند چون صفات اخلاقیش برتر از آنها بود و ایسا به آنها در یوحنا 8 28 و 29 این گونه پاسخ داد و گفت وقتی که پسر انسان را بلند کردید آن وقت خواهی دانست که من هستم و از خود کاری نمی کنم بلکه به آنچه پدرم مرا تعلیم داد تکلم می کنم و او که مرا فرستاد با من است و پدر مرا تنها نگذارده است به این گوش کنید زیرا که من همیشه کارهای پسندیده او را به جا می آورم می بدونید چگونه زندگی با فضیلت داشته باشید هدف تو این باشه که کارهایی را انجام دهید که باعث خوشنودی خداوند عیسی مسیح و پدر باشد راز فضیلت عیسی تمرکز او بر خوشنودی پدرش بود چیز جالبی که هنگام نوشتن این پروژه متوجه شدم این هست این یک خیابان یک طرفه نیست وقتی شما کسی را خوشحال می کنید، آنها نهایتا از شما خوشحال می شوند و شما از آنها خوشحال خواهید بود این خیابان دو طرف است در دو نوبت مختلف در دو مرحله متفاوت از زندگی زمینی خود خدای پدر از آسمان در مورد پسر خودش صحبت کرد تا به تمامی کسانی که گوش میدادم بگوید من از تو راضی هستم و این دو بار اتفاق افتاد بگذارید به شما بگم این رو فراموش نمیکنید چون دو رویداد بسیار مهم هستند این در ابتدای خدمت عیسی وقتی که غسل تعمید میگرفت اتفاق افتاد و برای ما در فصل سه کتاب متی به سب رسیده عیسی تعمید میگیره و کتاب مقدس میگوید آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این از پسر حبیب من که از او خوشنودم من همیشه این آیه از کتاب مقدس رو دوست دارم چون تصویر شگفنگیزی از تسلیس را نشان میدهد خداوند پسر در آب تعمید بود خداوند روح القدس به شکل کبوتر به پایین میآید به یاد دارید و خدای پدر کجاست در راسمان است و دارد می گوید این است پسر حبیب من که از او خوشنودم خدای پدر در راسمان خدای روح القدس به شکل یک کبوتر پایین اومده و عیسی مسیح که تعمید می گرفت او کی هست خدای قادر مطلق سه در یک تسلیس است آمین حالا این باور نکردنی اجازه بدید لحظه ای درنگ کنم و یک نکته عملی به آن اضافه کنم همانطور که خدای پدر در بهشت رضایت نسبت به پسرش روی زمین را رو عنوان کرد ما نیز به عنوان پدران انسانی باید چنین توانمندی را به خوبی توسعه دهیم این را میدونید داستانی در مورد پدرم میگویم او در بهشته و تا وقتی به آنجا نروم حداقل به سر نمیافتم درسته اما پدر من مثل بعضی از شما که اینجا هستید بود در نسلی بزرگ شد که <applause> احساسات خودش رو به طور ظاهری نشان نمیداد. مثلا یک نفر به من میگفت که پدرم به من خیلی افتخار میکنه و فکر میکردم چرا خودش این رو به من نمیگه برای او سخت بود این کار رو بکنه یادم میاد در کل زندگیم پدرم فقط یک بار من رو در آغوش گرفت چون او آدم بغل کننده ای نبود من رو دوست داشت بله میدونم پدرم دوستم داشت اما از نسلی اومده بود که این چیزها رو بیان نمیکردند بعضی از شما میدونید چی میگم اگه میدونی سرتون رو تکون بدید پس اگر این رو در مورد پدرانمون نمیدونیم بعضی وقتا نمیدونیم با فرزندانمون چگونه رفتار کنیم یادم میاد اوایل زندگی زناشویی به عنوان یک پدر این کار برایم عجیب و غریب بود کسی رو نداشتم که به من اون رو یاد داد مادرم آدم بغل کننده ای بود بسیار عاطفی بود اما پدرم مرد خوبی بود فقط این کار رو نمی کرد یادم میاد یک بار سعی کردم او رو بغل کنم و او با من دست داد این منو کش میدونید به این صورت هست حالا بگذارید مکس کنم و بگم یکی از بزرگترین هدایایی که به عنوان پدر به فرزندانتون میدهید این است که بهشون بگید چقدر به اونها افتخار میکنید و از آنها خوشنود هستید اگر این کار رو بکنید بهشون چیزی میدید که هیچ کس نمیتونه این کار رو بکنه همونطور که گفتم مردم به من میگفتن پدرت از تو خوشنوده افتخار میکنه به تو خوب بود ولی میخواستم پدرم این رو به من بگه دیوید تاد 21 ساله بود او سه ساله از دانشگاه لیبرتی فارغ شد با امتیاز بالایی فارغ و تحصیل شد بهش گفتم من به سختی فارغ شدم بهش گفتم تنها جایی که اسم من در لیست دانشجویان برجسته اومد برای دعا بود <applause> اما میخواستم برای دیوید تاد آنجا باشم این خیلی شگفنگیز بود که دانشگاه لیبرتی در یک روز بی هزار نفر رو فارغ و تحصیل کرد و اینطوری بود و اوزاد در هم و بر هم بود اما خیلی ایجان انگیز بود و یادم میاد یک بار بهش نگاهی انداختم و گفتم دیوید تاد خیلی بهت افتخار میکنم کاری که کردی باور نکردنیه و این چیزی است که نیاز داریم وستفرد که برای سالها رئیس سازمان کامپشن اینترنشنال بود بیانی ای نوشت و این رو گفت او گفت من معتقد که کودکان همیشه یک تخت های نامرئی که برای روی آن چیزی نوشته نشده است دارند و آنها به ما نشان میدهند و میگویند لطفا چیزی در مورد من بگویید چیزی در مورد زندگی و دنیایم بگو بعضی اوقات درخواست بی صدای تصدیق کردنشان را نمیشنویم حالا بهترین الگوی ما به عنوان پدر که هست خدای پدر به همین دلیل او را پدر خطاب می او به عنوان پدر ما به ما می چگونه پدر خوبی باشیم او نه تنها در اوال خدمتش چنین چیزی را به پسرش گفت بلکه در میانه خدمتش این کار را دوباره انجام داد و در نظر ایشان هیئت او متبدل گشت و چهره اش چون خورشید درخشنده و جامعه اش چون نور سفید گردید ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افکند و اینک آوازی از ابر در رسید که این از پسر حبیب من که از وی خوشنودم پتروس هرگز آن لحظه را فراموش نکرد شما هم نمی کردید پتروس در آنجا حضور داشت همه اینها را دید و در دوم پتروس یک او به این مسئله اشاره کرد اجازه بدید این آیه رو برای شما بخونم زیرا از خدای پدر اکرام و جلال یافت هنگامی که آوازی از جلال کبریایی به او رسید که این از پسر حبیب من که از وی خوشنودم پتروس در دوم پتروس با اشاره کرد چون بسیار تاثیر برانگیز بود خانم ها و آقایان ما در جهانی زندگی می کنیم که به نظر می رسد هیچ کس نمی خواهد کسی را تصدیق کند و اگر می خواهیم انسان های خداپرستی باشیم باید این موضوع را هدف خود قرار دهیم بدونیم که بخشی از زندگی با فضیلتمان بستگی به جاری کردن شهامت به دیگران است معنی تشویق کردن همین هست شهامت در کسی ریختن مقداری از شهامتی که خدا به شما داده بردارید و درون شخص دیگری جاری کنید آنها را برکت دهید و تشویق کنید و تصدیق کنید و از بسیاری جهاد به آنها بگویید تو مثل پدری که به پسرش گفت تو باعث خوشحالی من هستی بنابراین کیفیت صفات اخلاقی مسیح یعنی این او این گونه با فضیلت بود همواره هدفش کسب رضایت خدا بود و خدا از او خوشنود بود من نمیتونم ده تا را به شما پیشنهاد کنم که به وسیله آن یک شخص با فضیلت باشید بگذارید یک راهنمایی بکنم هر روز صبح شوید و بگویید خدا من کمک کن امروز تا را خوشنود کنم اگر این کار را بکنید متوجه میشوید کارهایی انجام میدهید که باعث خوشنودی او نیست و باید آنها را ترک کنید و کارهایی که نمی کردید که باید شروع کنید یک طریق یک لنز کوچک که به وسیله آن بتونید به زندگیتون نگاه کنید حالا دومین قدم کیفیت اخلاقی مسیح این بود که میخواست خدا رو خوشنود کند و کیفیت اخلاقی ما زمانی به وجود میاد که هدف ما همین باشد که خدا رو خوشنود کنیم یک قدم جلوتر بریم همانطور که مسیح خدا رو خوشنود میکرد که تا مقدس به پیروان مسیح نیز میآموزد که باید هدفمان خوشنود کردن خدا باشد چگونه خدا رو خوشنود کنیم با داشتن زندگی با فضیلت یک زندگی با کیفیت اخلاقی این به نظر کمی ترسناک است و باعث میشه همه یک نفس عمیق بکشیم و بگیم امیدوارم خدا در این مورد خبر نداشته باشه خدا از همه چیز با خبره اینطور نیست در خدا خود نمایی نمیتونید بکنید و او فراموش نمیکنه او لیستی نداره که بیسته و بگه برای این تمیت میکنم این کارو نمیکنه اما مسئله تلاش ما برای خوشنودی خدا به این معناست که او هسته اصلی معنایی با فضیلت بودن است کوین یانگ توضیح خوبی میدهد میگوید وقتی ما زبان خوشنودی خدا را میشنویم بعضی از ما وحشت میکنیم چون به عنوان یک قاضی فقط به خدا نگاه میکنیم اما خدا پدر ما نیست هست و اگر فکر کنید با موتی بودن باید خدا را خوشنود کنم چون او قاضی من است به اینکه تنها به وسیله ایمان عادل شمرده میشویم صدمه وارد کردی اما باید این گونه استدلال کنید مبرا شدم خداوند عدالت من است به طور کامل عادل شمرده شدم به عنوان خانواده او پذیرفته شدم بسیار هیجان زده هستم که پدرم را خشنود کنم و برای او زندگی کنم این بیانیه چه متفاوت است وقتی میدانیم که خدا محبت کننده و آمرزنده است بیشتر برای با فضیلت بودن شادی و ماجراجویی می شود درست مثل من که سعی می کردم استاد خود در تعلیمات مسیحی رو راضی نگه دارم باید فضیلت رو در زندگی هامون پرورش دهیم تا وقتی خدا به ما نگاه می کند بتواند بگوید این است پسر من این است دختر من که از آنها بسیار خوشنود هستم این یک پیشنهاد نیست که تا مقدس به ما دستورات دقیق داده است حالا می خواهم شما را به آیه ببرم برای چند لحظه که جزئیاتی را عنوان می کند که چطور با فضیلت باشیم. اول تسالونیکیان باب چهار آیه های یک و دو اگر که تا مقدساتون رو همراه دارید با من آن را دنبال کنید این را می خانم. از شما در ایسای خداوند استدا و التماس می کنیم که چنان که از ما یافته اید که به چه نوع باید رفتار کنید و خدا را راضی سازید به طور زیادتر ترقی نمایید زیرا میدانید چه احکام از جانب عیسی خداوند به شما دادیم پولس این جمله ها رو به ایمانداران تسالونیکی نوشت و میخواست به آنها بگوید شما شنیدید داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم اینکه چطوری باید قدم برداری تا باعث خوشنودی خدا باشد و بعد در آیه بعدی به ما چند روش که با آن این کار رو بکنیم عنوان کرده اول تسالونیکیان چهار سه و چهار زیرا که این از خدا چطور خدا رو خشنود میکنید اینجا نوشته این از اراده خدا یعنی قدوسیت شما اینجا کمی سخت میشه تا از زنا بپریزی تا هر کسی از شما بداند چگونه باید ظرف خیشتن را در قدوسیت و عزت دریابد. خانوم ها و آقایان بدون داشتن پاکیزگی جنسی و اخلاقی نمیتونید در مورد صفات فضیلت کتاب مقدسی صحبت کنید وقتی شما با جدیت به ایمان خود فضیلت اضافه می کنید این الگوی خدا برای رفتارهای جنسیتان را نیز در بر میگیرد یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروزه در کلیسا داریم استانداردهایی که نشان میداد مسیحی بودن یعنی چه در مورد مسائل جنسی در فرهنگ ما بسیار مبهم شدهاند. و مسیحیان زیادی راهی پیدا کردند که بدون توجه به معیارهای خدا زندگی کنند واقعا کتابهایی خواندم که در آن مجوزه این کار را با ادعای اینکه از نظر کتاب مقدس اشکالی ندارد دادند اما درست نیست کتاب مقدس میگوید خدا همه گناهان ما را میبخشد این کار را میکند اما او همچنین میگوید گناهانی که ما بر علیه بدن خودمان انجام دهیم، که شدیدا باعث رنجشش شود و دلایل زیادی هست که میتونیم در رای صحبت کنیم ولی به جای اینکه بگوییم چرا مردم شکست میخورند در کلیسای ما و کلیسای شما و اطراف جهان چه میگذرد بگذارید به شما پنج چیز بگویم که ممکن است کمک کند به ما که در دفترچه ما بگذاریم که چگونه برخورد بکنیم با این مسئله که در فرهنگ امروز ما هست و حتی بدتر از پورنوگرافی و مسائل دیگر هست این پنج چیز هستن اول دلهایتان را با عیسی پر کنید آن را بزرگترین اشیاق زندگیتون کنید که خدا را خوشنود کنید اگر این انگیزه شما باشد سختتر می شود گناه کنید. برای غلبه بر گناه و وسوسه دل خود را با عیسی پر کن. خدا شما را خلق کرد و دوست دارد. او مسیر را فرستاد برای شما بمیرد. رابطه می با شما داشته باشد. می به تو برکت بدهد. هدف برای تو دارد که می تواند برتر از هر چیزی باشد که بتوانید تصور کنید خانه در بهش برایت دارد. بیش از هر چیز دیگری در دنیا چرا نمیخواهید او را خشنود کنید این انگیزه بزرگترین مسیر شما به قدوسیت است چنان عیسی را دوست بدارید که دیگر نمیخواهید کاری بکنید که باعث رنجشش شوید درباره انجام دادن و ندادن این درست و اون غلطه نیست بلکه به عشق شما به خدا رب دارد اشتیاق برای انجام آنچه خدا را خشنود میکند و شادی در دل او میآورد که به شما نگاه کند و بگوید این پسر حبیب من است و از او خوشنودم به این معنی نیست که وسوسه و چالش نخواهید داشت اما اگر عاشق عیسی شوید و او را بزرگترین عشق خود قرار دهید او بر هر چیز دیگری در این دنیا غلبه می کند دوم ذهنتان را با کتاب مقدس پر کنید وقتی آیات کتاب مقدس را برمیدارید و آن را در ذهنتان میگذارید با این کار افکار دیگر را جابجا جا کرده و این باعث خوشنودی خدا می شود یکی از راه رسیدن به قوتور شدن در آن با تعمق بر کتاب مقدس مثل اول تسالونیکیان چهار است اگر چیزی می دانید این را میدانید که هیچ دو موضوعی در یک فضای مشترک کنار هم قرار نمی گیرند. می شنن و مردم می گویند از فردا من افکار بد نخواهم داشت می دونید چی میشه روز بعد بیشتر افکار شیطانی خواهند داشت شما با تصمیم گیری برای نیندیشیدن به افکار شیطانی نمیتونید چیزی را جایگزین آن کنید شما اون افکار رو با پر کردن ذهنتون از کلام خدا جایگزین کنید. چون افکار شیطانی رو بیرون میاندازد ولی باید روی آن کار کنید باید تصمیم بگیرید که چنین کاری میخواهید بکنید این سومین چیز هست و این جالب هست روال همیشگی خود را با قوانین پر کنید مردم دیگه از قوانین خوششون نمیاد اینو میدونستید اما میدونید کتاب مقدس مملو از قوانینه رعایت کردن همشون ساده نیستند اما به نفع ما و برای جلال خدا هستند یک نفر میگوید قوانین را دوست ندارم چون خشک و مقرراتی می کند. هم. اما بدون قوانین هیچ کلاس درسی نمیچرخد، هیچ خیابانی در شهرها کار نمی کند. من دوست ندارم در نیویورک باشم در میدان تایمز اگر قوانینی نمی بود. مثل اینه که حالا همین ولی اگر اونجا هستید و هیچ چراغ راهنمایی نیست، قانونی نیست، پلیسی نیست، هر جمعه رو میتونید تصور کنید اگر هر چیزی و هر کسی در این دنیا به مقدار قانون نیاز داشته باشد فکر نمی کنید ما هم به قوانینی نیاز داریم دکتر بیلیگرام در اوایل خدمتش بعد از اینکه دید تعدادی از برجسته ترین مبشران مرتکب به گناهان جنسی شدن تصمیم گرفت هرگز با زنی غیر از همسر خود تنها نخواهد بود این تصمیم به عنوان قانون بیلیگرام معروف شد درسته او نه تنها از خودش در برابر وسوسه ها محافظت کرد بلکه خود را در برابر احتمال اظهارات غیر واقعی یا اتهامات تعمدآمیز محافظت نمود. شما میگید خب کشی جرما یا این مسئله خیلی قدیمی و کهنه هست و مطمئنا روشی نیست که در دنیای امروز کار کند. میدونید چیه؟ اهمیت نمیدم. اگر قرار است انسانهای خداپرستی باشیم باید حسارهایی در اطراف زندگیمون نصب کنیم میگویید من با این وسوسه نمیشم اگه هرگز این کار رو نکنید هرگز وسوسه نخواهید شد درسته خودتون رو در مسیر فرضیه قرار ندید شما چقدر به فضیلت شخصیتون اهمیت میدید اگر به تقوا و پاکدامنی خود اهمیت میدید مواردی هست که انجام نخواهید داد جاهایی خواهم بود که نخواهید رفت و موقعیت وجود دارد که خودتان را در آنها قرار نمیدید به همین دلیل میخوام به شما بگم اگر میخواهید یک آدم با فضیلت باشید باید برخی از قوانین و برخی روال همیشگی برای خودتان داشته باشید دلهاتون رو با عیسی پر کنید ذهنتون رو با کلام پر کنید کارهای روزمرهتون رو با قوانین پر کنید و روابط دوستان خانتون رو با جوابگویی پر کنید در کتاب مقدس گفته شده هران چه برای زندگی خدا نیاز داریم به ما داده شده این چیز شگفت است وقتی در کلیسا هامون میبینیم در کلیسای شادومنتن ما گروه های کوچک داریم اول نمیخواستم این کار رو بکنیم ولی حالا متوجه شدم که اگر کلیسای بزرگ دارید باید کوچک بشید و در گروه های کوچک میتونید نسبت به همدیگر پاسخگو باشید میتونید با همدیگر صحبت کنید و مشکلاتی که دارید را با هم در میون بگذارید درخواست دعا کنید پس اگر دوست نزدیکی داری به او اعتماد میکنی به همدیگر جوابگو باشید تا زندگی داشته باشید که مقدس هست دلتون رو با مسیح پر کنید ذهنتون رو با کلام پر کنید روزمرگی خود را رو با قوانین پر کنید روابط دوستانتون رو با پاسخگویی پر کنید و روح خود را رو با تبدیل شدن پر کنید اجازه بدید بحث امروز با این پیشنهاد کلی تمام کنم هر کاری لازم است انجام دهید فریب مغناطیسی وسوسه به همه ما حتی به فرزندان ما خطور می کند چون با وجود آزادی جنسی و استفاده از وسایل الکترونیکی این مسئله سخت در هر زمان دیگری بوده است بگذارید یادآوری کنم یک بار مرد جوانی به نام دانیال بود که درخواست نمود که خیشتن را نجس نسازد و مرد جوان دیگری به نام یوسف را داریم که از خانه فوتیفار در حالی که آن زن سعی داشت لباسش را از تنش در بیاورد ترا کرد چون میدونست بدون کت بودن بهتر از بدون فضیلت بودن است و یوسف به خاطر آن به زندان رفت ولی خدا به او احترام گذاشت اگر فکر میکنید پولس و پتروس و افراد دیگر بر ضد گناهان جنسی ایستادند میخواهید بدونید عیسی نظرش چه بود پس اگر چشم راست تو را بلغزاند قلعش کن و از خود دور انداز و اگر دست راست تو را بلغزاند قطعش کن و از خود دور انداز میگید عیسی این را گفت بله احتمالا دقیقا مثل چیزی که میخوانید نباشد اما چیزی که گفت این است که اجازه ندید چیزی سر راه شخصی که خدا میخواهد باشید قرار بگیره هر کاری باید بکنید انجام دهید ولی مصمم باشید که با فیض خداوند قربانی نخواهم بود من در ایسای مسیح پیروز هستم و اینطور زندگی خواهم کرد و چیز دیگری که در این آیه ها می خونیم اینه که خانواده ایمانیمون رو محبت کنیم میدونید برای من خیلی جالبه وقتی بزرگ می شدم پدرم یک کشیش بود همه این نگرش رو داشتن که وقتی روز یک شنبه می رسید باید به کلیسا بروید این کارو می کردید کلیسا برای همه ما در اولویت قرار داشت قبلا معتقد بودیم اگر کلیسا رو از دست بدهید خطرناک خواهد بود و کلیسا حالا شبیه میدونید چه در کالیفرنیا مردم دو تا از پنج روز یک شنبه رو به کلیسا می رون. حتی آدم های دیندار خوب هم دو تا از یک شنبه ها رو از پنج تا یک شنبه به کلیسا می رون. وقتی ما داشتیم بزرگ می شدیم هر هفته به کلیسا می رفتیم و چهارشنبه شبها و هر شب دیگر به دیگران می گفتم من مشکل اعتیاد داشتم به کلیسا معتاد بودم <applause> اما این طور بود حالا به حد دیگر رفتیم که رفتن به کلیسا دلخواه شده و ما برکات کلیسا را از دست می دهیم و این تاثیر وحشتناکی بر جامعه ما می گذارد. کلیسا به معنای دلگرمی برای قوم خدا بود مکانی که در آنجا کلام خدا شنیده میشد و مکانی که با کارهای خداوند تقویت می شدیم. این چیزی بود که میخواستم در مورد فضیلت با شما در میان بگذارم. میخواستم امروز همه یاد بگیریم که تا مقدس میگوید در ایمان خود فضیلت پیدا نمایید. کاری است که باید انجام بدیم این به طور خودکار برای ما اتفاق نمیافته وقتی مسیحی شویم به طور خودکار شخص با فضیلت نمیشویم خدا هرچه نیاز دارید رو میدهد که فضیلت رو دریافت کنید ولی میخواهد که از آن استفاده کنید و به کار برید و همه ما تکلیف هایی داریم در این مورد پس بگذارید پیام رو با این تمام کنم نمیدونم به کدام کلیسا می روید امیدوارم در کلیسایی هستید اگر برنامه نطقه رو تماشا می کنید میدونید که با اشتیاق این رو باور دارم هر جمعه به مردم میگویم به کلیسا بروید نقطه رو به عنوان بهانه‌ای برای ماندن در خانه استفاده نکنید ما کلیسای شما نیستیم هرگز نمیتونیم باشیم در گرد همایی هامون وقتی که ده یک رو جمع میکنیم اغلب میگویم اگر کلیسای محلی دارید ده یکتون رو به ما ندهید به کلیساتون تعلق داره باید ارجاعیت های درست داشته باشیم کلیسا اولویت خداست اگر مجددا کلیساهامون رو قوی کنیم به ما کمک میکنه با مسئله فضیلت که هر هفته با آن درگیر هستیم مقابله کنیم و این پیام کلام خداست این برای ما امکان پذیره میدونید چطور میدونم خدا نخواسته کاری که غیر ممکن است را انجام دهیم با قدرت شخصی ما امکان پذیر نیست اما روح خدا رو داریم که در درون ما هست نام او مقدس است اسم روح خدا مقدس است و اگر روز زندگی ما رو کاملا هدایت کند ما نیز مقدس خواهیم بود هللویا آمین متشکرم که امروز با من همراه شدید. هرچه کلام خدا را بیشتر مطالعه می کنیم بیشتر درک می کنیم که خدای محبت مشتاق از رابطه شخصی با تک تک ما داشته باشد. اگر تمایل دارید این رابطه را با او شروع کنید و مطمئن شوید ابدیت را با او خواهید بود باید از گناهانتان توبه کنید و از عیسی مسیح بخواهید خداوند را ناجی شما شود اگر امروز این قدم ایمانی را برداشتید شما را تشویق میکنم تصمیم خود را با دیگر مسیحیان در خدمات قابل اطمینان یا کلیسای محلی در میان بگذارید و در ایمانتان رشد کنید خدا به شما برکت دهد و مشتاق دیدن شما در برنامه آینده نطقه عطف استم.